پس از گذشت 11 روز از زمین لرزه 6 ریشتری ایتالیا در مناطق مرکزی این کشور، نیروهای امداد همچنان در جستجو در زیر آوار ساختمان‌های تخریب شده هستند. ستاد حوادث غیر مترقب ایتالیا اعلام کرد نیروهای امداد برای یافتن آخرین مفقود این زلزله که یک آواره افغانی است و در زیر آوار محل اقامت خود در شهر آماتیشه مدفون شده، در حال جستجو هستند. ما محلی را که جسد در آنجا دفن شده شناسایی کرده ایم. برادر این تبع افغانی در گفتگو با تلویزیون ایتالیا از آنچه کندی کار امدادگران ایتالیایی در پیدا کردن جسد برادرش عنوان کرد انتقاد کرد. یک روشنایی بریم پیدا شد که برادرم کجاست. ستاد بحران ایتالیا شمار قربانیان این زمین لرزه را تا به امروز 294 نفر اعلام کرده است. در همین حال نزدیک به 3000 زلزله زده ایتالیایی که همکنون در چادرهای امدادی اسکان داده شدند از آن بیم دارند که بازسازی روستا و شهرشان سالهای زیادی به طول انجامد. من 4 نفر از اعضای خانواده‌ام را از دست دادم. دیگه تحمل سالهای انتظار برای بازسازی خانه و شهرم را ندارم. این دومین بار است که زمین لرزه یکی از عزیزانمان را می گیرد. 7 سال پیش در زلزله لاکویلا یکی دیگر از بستگانمان را از دست دادیم. زمین لرزه 6.3 ریشتری لاکویلا در بامداد 6 آوریل سال 2009 میلادی در 50 کیلومتری شهر زلزله زده آماتیشه به وقوع پیوست که 309 کشته و بیش از 1600 زخمی بر جای گذاشت. پس از گذشت 7 سال از زلزله لاکویلا و 12 میلیارد یورو هزینه، خانه‌ها و ساختمان‌های تخریب شده در مرکز این شهر هنوز به طور کامل بازسازی نشدند و بسیاری از اهالی این شهر همچنان در حومه آن زندگی می‌کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.